یک بار دیگه عرض می کنم که به برنامه امروزی رادیو تلویزیون وطن شماره 535 خوش آمدین. موضوع برنامه امروزی ما تاریخ عتیق یا قدیم افغانستان است. امروز 11 جنوری مطابق 21 جدی مهمان بسیار عزیز ما جناب دکتر نور احمد خالدی دعوت شدن به برنامه که امروز یک کتاب را که نوشته کردن، کتاب جدید را که سر تاریخ افغانستان نوشته کردن، در مورد تاریخ عتیق افغانستان از امروز به بعد شروع میکنن. هر برنامه هر هفته میان و سر مسائل تاریخ افغانستان لکچر ها میده که برشان بسیار زیاد خوش آمدید میگیم. هموطنان عزیز، افغانستان از عهد عتیق، یعنی از دوران اجر بحث تاریخی شروع میشه تا مرحله تمدنی و تا قبل بر حضور اسلام، و از این که اجداد ما مردمان افغانستان امروزی در گذشته چگونه و در کدام زمانه ها از مرحله متوحش به مرحله تمدنی رسیده و از کدام حکمت بشری برخوردار بوده، در میان کانونهای تمدنی بشری کدام جایگاه را اختیار کرده است، از کدام قدامت تاریخی برخوردار است و برویت کشفیات آثار تاریخی از روابط مردمانی سرزمین با ملل دیگه و سیر رشد و ترقی و کار مردمان این سرزمین و از اینکه چگونه امرار حیات میکنند، وسایل شیوه تولیدشان، وسایل کارشان چی مسائل بودن، چگونه نظام های را تشکیل داده بودن، نظام های اقتصادی اجتماعی از اینا چگونه بوده و چگونه از سرزمین های خود و از ملکت های خود دفاع میکردن در مقابل تهاجمات ملل قدرتمند، از سرگذشت ها، پیروزی ها، شکست ها، تشکیل حکومت ها، انحطاط و استعلای قدرت های اجانب که در خاک ما حضور داشتند، از هنر، ادب و فرهنگ و ثقافت مردمان این سرزمین، از زبان و باورهای انسان ها نسبت به هستی. از نظر ما که من یک شاگرد پوانزه تاریخ فلسفه پوانتون کابل هم هستم، من فکر می کنم که از امی مسائل دکتر سب خالدی عزیز امروز برای شما توضیحات خواهد دادن و چیزهای بیشتره که در فکر روان من نیست. من تا فکر میکنم که از آوستا، از سرودای ریکویدا، از دولت‌های اخامونشی یونان باختر، از کوشانیا، از مجسمه‌های بودا، از یفتالیا، از ساسانیا و از مبارزات مردم افغانستان علیه عرب برای شما عزیزان توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه میکنم و من یک بار دیگه خوش آمدید برشان میگم. این مسائل اساس تاریخ افغانستان از قدیمش بیان میکنه و معمیل از دیدم که کتاب را که نوشته کردن صفحایش تو باجان جداخت واقعا از به تناسب کتاب های تاریخ دیگه کتاب ها نگاشته شده بسیار مستند معلوم میشه و بسیار کال استوزیات شام مدلل میشیم، آگاه میشیم، بسیار ارزشمند است، آموزنده است. لطفا تا پای برنامه همراه ما باشین و همچنان لینک برنامه را برای سایر دوستانتان شیر کنین و از امروز به بعد بین که تاریخ خود پیگیری کنیم، تا که تاریخ وطن خود نشناسیم، گذشته های خود نشناسیم، نفهمیم عوامل سقوط خود امپراتوری هایی که تشکیل شده بود، سقوط آریانا، چرا آریانا سقوط کرد، چرا آریانا تجزیه شد و سایر مراحل مختلف تاریخ وطن ما، تا که ما تاریخ خود نشناسیم، حال خودم نمیشناسیم، آینده خودم پیش بینی کردن نمیتونیم. امی حالته که فعلا قرار داریم بار بار سر تاریخ وطن ما آمده. بین که از زبان خالدی صاحب محترم بشنویم که این مردم در این سرزمین چی حالتهایی را گذشتاندن و با کجاها رسیدن. خالدی صاحب عزیز خوش آمدید میگم یک بار دیگه با برنامه. بسیار خوش آمدید دکتر صاحب خالدی عزیز. تشکر محترم. بسیار خوشنود هستیم که شما به ادامه صحبت‌های بسیار ارزشمند علمی گذشته شما بار دیگه با ما هستین و یک مبحث بسیار ارزشمند
آغاز میکنین و ما شما میآموزیم. زنده باشین، تشکر بفرمایید. تشکر پایمال گرامی شما زنده. لکچرتان بدین، دوستا یا ما سوالاتی که داشتیم سوالات اونا نوشته میکنن. خواهش میکنم دوستا سوالاتان به کامنت ها بنویسین، به ترتیب نوبت بعد از اینکه دکتر صاحب باقی میتبره جواب به سوالات، با سوالات مطرح میکنیم و اونا توضیحات میتن. در آغاز فقط لکچرشان رو میشنویم و بعدا به سوالات میپردازیم. خواهش میکنم تا پای برنامه همراه ما باشید. تشکر دکتر صاحب خالدی، بفرمایید. تشکر پایمت گرامی، همچنان تشکر از توبا جان هاشمی که مسائل تکنیکیش تنظیم کرده. سلام به همه بیننده های رادیو تلویزیون وطن و کسی که میشنوند، امیدوار هستم این طرف استفاده قرار بگیره. چند سال قبل از من خواهش شده بود که پوهنتون ایرات درس تاریخ بتون به ارتباط از طریق آنلاین و این یک موسیقی که افغان که در امریکا هستید تنظیم کرده بود، برای مسئولین امکانات ویدیو و یار تهیه کرده بود، از طریق سکایپ انجام شد و این من یک کورس مکمل درس بود و این یاداشت هاییست که در اون زمان من تهیه کرده بود. خواستم که به شکل یک مجموعی تهیه شده که برای همه شاگردان در تاریخ که علاقه من باشن مورد استفاده کنم. و این محکم دستگاری کردیم، البته بعدی چپتر ها اضافه شده بود که در اون درس های پانتون ایراد شامل نبود. به این خاطر ما امید است که یک فرصت در آینده فرصت چاپ از این محصر شما هنوز این زیر دست است و البته با استفاده از سوال های و جواب هایی که راه میشه ما این را هر روزه اصلاح کرده میدونم بیتر شده. خب دوستای محترم، ما تاریخ افغانستان یا سرزمینی را که امروز افغانستان میگیم و من شخصا به سه مرحله تقسیم میکنم. یکی دوران عتیق است. عصر عتیق است که این ما تا عصر شروع اسلام در نظر گرفتیم. و دوم عصر تاریخ باستان افغانستان است که مبور شامل آغاز معرفی اسلام در این سرزمین ها تا شروع دولت بومی که بعدا به نام افغانستان یاد شد، یا تا او زمان بگیم، یعنی تا زمان میرویس خان هوتکی. این دوران دومی تاریخ افغانستان یا عصر باستانی تاریخ افغانستان تقسیم بندی کردیم و متعاقب از اون عصر تاریخ جدید یا تاریخ معاصر افغانستان است که تا امروز ادامه داره. در به این حساب ما از اول شروع میکنیم، از تاریخ عصر عتیق خود شروع میکنیم. تاریخ عصر عتیق افغانستان، حالا خوشبختانه ما و جهان به علوم مختلف دسترسی داریم که کمک میکنه به دانستن بهتر تاریخ کمک میکنه. در گذشته اگه تنها موضوع زبانشناسی بود، امروز با او علاوه شده موضوع ژنتیک علاوه شده یا علم سلوکشناسی علاوه اضافه شده، همچنان علم باستانشناسی اضافه شده. کاوش های باستانشناسی بسیار دوشه های تاریخ روشن ساخته. ما تاریخ عصر عتیق خود اگر در نظر بگیریم، ما نقشه هایی که وجود داره، این نقشه های اولین نقشه هایی که است از عصر مثلا ارسطوتین، یک مورخ یونانی که ایران نوشت اتعیه کرده بود، همچنان متعاقبا با اساس نوشته های از او مورخین دیگه ایران اصلاح کردن. من اینجا یک نقشه دارم که اگر تو بودان رو لطف کنن، نقشه اول این سرزمین هایی که امروز افغانستان هستی نشان میده. این نقشه البته در 150 سال نخیر، نقشه اول، این خود جدول اول هستی، نقشه اول، اینه برد. اگر اینی توجه کنین، این نقشه سرزمین ها را به نام های
اولی خود نشان میده. این اسمای دلیل ما اضافه کردیم بالای اصل نقشه. نقشه 150 سال قبل لندن تهیه شده. بروییت نقشه های ارسطوتین، اولین نقشه دنیا که یک یونانی تهیه کرده بود و او در اصل یعنی اسکندر بود، از اینکه اسکندر آمده بود این مناطق، بروییت از اونی تهیه شده. شما اگه ببینید بخش برنگ زرد آریانای باستان نشان میده که در خود نقشه کلمه آریانا با حروف کپیتال یا درشت نوشته شده و ای طوری که میبینیم از جنوب کوههای هندوکش تا بلوچستان آریانا و همچنان از دریای سند تا کرمان در ایران آریانا معرفی کردن تا پارتیانا. در شمال ما میبینیم که سوغدیانا که یعنی تاجیکستان امروزی است، در که شمال دریای امور نشان میده، یعنی ماوراء النهر. جنوب ماوراء النهر یعنی بلخ و بدخشان یا باکتریا بود یا باکتریانا بود. بعد طرف تاکوها هندوکش طرف غرب که میریم اینجا امی قسمت انخوی فاریاب این مناطق همی دریای مرغا که از کوها سشمه میگیره میره طرف مرد، شهر مرد در ازبکستان در ترکمنستان این بنامه مرجیانا یا میشه یا مرغا از کلمه مرغا گرفته شد مرجیانا. طرف چپ از این پارتیا است، پارتیا که یعنی خراسان باستان است و در که امروز به نام خراسان در ایران به نام سی خراسان میشه، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و بخشای از هرات هم شامل از این هست. در جنوب پارتیا ما کرمان میبینیم، کرمانی است. در غرب از او پارس و در شمال غرب ایران امروزی میدیا شامل است که حتی تا شامل آذربایجان میشه تا عراق امروزی شامل میشه تا بخشای ازبکستان. در جنوب آریانا ما گردوزیا را میبینیم و در طرف جنوب شرق سرزمین آریانا یعنی شرق دریای سند هند است، ایندیا شامل. خب این مناطق در تاریخ عتیق ما اینمی مناطق احتوام میکنن و این که تاریخ این مناطق سرزمین های مشترک که تمام کشورهای منطقه است که امروز به کشورهای از تاجیکستان گرفته تا به ایران و تا هند و پاکستان و ازبکستان و ترکمنستان شامل این مناطق میشه تقسیم شده. خب ما این نقشه دوم اگر پرسین تو باجو ما گفتم که بله اگر در این به این نقشه نگاه کنیم میبینیم که ما عرض کردم که علم باستانشناسی کمک کرده که ما تاریخ بهتر بدانیم. در اینجا ببینیم ما حلقه کردیم سه نامه، یکی از در شمال باکتریا مرجیانا کامپلکس که فعلا از میدیلیا یا مو گرفته تا به ترکمنستان این مناطق شامل میشه. در اینجا تمدن به وجود آمده، تمدن کشف شده که قدامت از او به چند هزار سال قبل میرسه در یک شهر است به نام التان تپا در ترکمنستان فعلی نزدیکی های مر. در جنوب در امتداد دریای سند دو منطقه دیگر محقق کردیم که یکی در شمال است به نام هرپا و در جنوب است به عنوان موهنجودارو. هر دوی هم هرپا و هم موهنجودارو کشفیات باستانشناسی نشان میده که چندی یا قدامت چند هزار ساله دارن. این شهرهایی بوده که بسیار وسایل حتی کانالیزیشن داشتن و دیگر داشتن، پیشرفته شهرها بوده، تمدن وجود داشته در امتداد دریای سند. و قسمی که میبینیم افغانستان در بین یک مثلث تمدنی قرار گرفته
که در شمال ازی در یک التمتپه در تمدن دریای مرغاب و دریای آمو و در شرق و جنوب تمدن دریای سن شامل است. و این تمدن ها در اسطوره ها منعکس شده. اگر ما بریم به نقشه سوم دوباره ما از اسطوره که میگیم داستان های سرود هایی است که از گذشته ها در بین مردم مناطق ماندش وسیله وسیله انتقال یافته و یا بعدا به شکل کتاب ها داخل شدن که این کتاب های معروف مانند اوستا و ریگ ویدا شامل از این و این میبینیم که در این نقشه ما میبینیم دریاهایی را میبینیم که هفت دریایی است که در کتاب ریگ ویدا کتاب است که بازم قدامت چند هزار ساله داره و این البته این سرودایی است که در بسینه بسینه انتقال یافته فعلا این کتاب مقدس برهمنا در شمال هند تشکیل میده و البته گفته میشه که اصلا سرودا از امی افغانستان امروزی یا از اوریانای باستان انتقال کرده به شمال هند و این قصه ها به اون گرفته. در این هفت دریا را که نشان داده شده در این کتاب ریگویدا که اسم دریای کابل است، اسم دریای کنر است، اسم دریای سند است و غیره کتاب دریاها در اینجا موجود است که و قصه های مربوط به این است در این کتاب. یعنی نشان میده که تمدن این مناطق بعد چند هزار سال قبل میرسه و بخصوص بادم از کردم که ما علوم امروزی ما را به دانستن تاریخ بهتر کمک میکنه. یکی از دیگر علمایی که فعلا مود رو دامست و معلومات بسیار عمیق به جامعه بشری داده علم زیستلوشناسیس یا ژنتیک است که مطالعات ژنتیکی هم نشان میده که من در این مناطق یعنی در امتداد دریای سند و جنوب هندوکش همین مردمی که اکثریت مردم افغانستان امروزی را تشکیل میدن همین قوم پشتون و قوم تاجک از 12,000 سال به این طرف در این مناطق زندگی میکردن. یعنی 12,000 سال پیش عصر زراعت است یا قبلا زندگی میکردن اما در عصر زراعت یا آثار یا هست که در ژنتیک ایره نشان میدن قدامت تاریخی ایره دیر تثبیت میکنه. خب ما پیش از اینکه به مرحله تاریخ برسیم یعنی مکتوب تاریخ برسیم پیش از اینکه برسیم به کسایی که یادداشت کردن و تاریخ و ما به صورت کتبی در اختیار داریم ما اسطوره ها داریم یا قصه هایی است که در سینه به سینه گشته از این جمله است اصل پیشدادی ها و کیانیان و هم که هم در اوستا منعکس شده کتاب زردشتی اوستا و شاهنامه فردوسی تاریخ اساطیری سرزمین های آریانای کبیر یا افغانستان امروزی را که شامل اثار پیشدادیان و کیانیان می باشد و ما ارزانی میکنم. پیشدادیان و کیانیان قبل از ظهور زردشت ما خود را در نواحی بلخ یا همانند خود زردشت یا در نواحی بلخ و بختی زندگی میکردن و داستان ها و همپاسی بازمانده از آن اثار در اوستا منعکس گرفته است. از یما در سرودهای ویدی و همچنان در اوستا و متعاقبا در شاهنامه های قرن چهارم اسلامی به نام جمشید و حیث اولین پادشاه بزرگ آریان های باستان در اصل پیشدادیان تذکر و عمل نماده است. بعد از اشکانیان یا بعدها اشکانیان یا پارتیان که از خراسان برخواسته بودند دین زرتشتی را دین رسمی خود قرار میدن و کتاب اوستا را تدوین میکنن و این را میبرن و خود به فارس میبرن و در طول 500 سال حکومت خود در فارس همیست قصه ها قصه های اساطیری که در آریانای باستان بود
در اوستا مرکب شده بود، این میره به ایران، به فارس میره و این در جز فولکلور فارس میشه، در حالی که قصه ها با فارس ها هیچ ارتباط نداره. مثلا قصه هایی که در شاهنامه است، قصه هایی که مربوط به افغانستان، همین سرزمین های افغانستان امروزی است، تمام است. در خدای‌نامه های عهد ساسانی که بعد از اشکانیان به قدرت رسیدن، از تاریخ سلسله های مادها و هخامنشیان و داستان ها و روایات فارس یا در مجموع جنوب و مغرب ایران موزی هیچ مطلبی وجود ندارد. و در آنها و در آنها رشته وقایع از شاهان پیشدادی و کیانی و اسکندر مقدومی پیوان می‌خورد. این یک کس ایرانی به نام احسان یار شاطر این را تایید می‌کند. در شاهنامه فردوسی نیز سلسله کیانیان بعد از پیشدادیان به حکمرانی می‌رسد و مؤسس این سلسله نیز بقای اطلاعات شاهنامه کیقباد است و با مرگ پسر دارا نیز این سلسله منقرض می‌شود. بعد از زوال پیشدادیان یکی از نوادگان منوچهر به نام کیقباد به کمک رستم سهراب قهرمان داستان های حماسی فرمانروایی خاندان کیانیان را پایگذاری می‌کند. در شاهنامه و تواریخ اسلامی مثل تاریخ طبری و صالبی، تاریخ پادشاهان مانند ماد و هخامنشی هیچ وجود ندارد. اصولا از تاریخ فارس بیش از دوره ساسانی اثر پیدا نیست. ما در هیچ اثر تاریخی بومی در ایران باستان یا در فارس از راجب هخامنشی ها هیچ نمیدن، حتی راجب اشکانیان بسیار کم نشده شد. از اواخر دوره ساسانی تا حدود 100 سال قبل و پیش از رواج تاریخ تحقیقی شامل تاریخ کیانیان و پیشدادیان فاقد تاریخ ماد و فارس. دانشمندان تاریخ ایرانی از این حذف تاریخی شگفت زده شده که چرا ذکری از هخامنشیان، از کوروش و داریوش و خشایارشا و پیروزی های آنها در داستان های ساسانیان فارس و داستان های شاهنامه فردوسی هیچ موجود نیست. این حذف یا فراموشی بخصوص از آن جهت شگفت آور است که ساسانیان خود از فارس برخواسته بودند و دعای احیای شاهنشاهی متحد و مقتدری را داشتند که به گمان آنها پیش از اسکندر در سرزمین های ایران امروزی وجود داشت. و با این همه در خدای‌نامه ذکری از کوروش و داریوش و خشایارشا و پیروزی آنها نیست و نبود. و به می اساس چون در اون کتاب ها نیست، در شاهنامه هم هر آنچه ما امروز از او اصل می دانیم، یعنی اصل هخامنشی می دانیم، از خیالات سر مورخین یونانی. اگر مورخین یونانی چیز راجعی و کوروش نشتن می کردن یا اصل هخامنشی نشتن می کردن، ما امروز هیچ چیز نداشتیم راجعی و تاریخ اصل هخامنشی. اگر کسی در شاهنامه فردوسی پشت تاریخ باستان ایران بگرده اشتباه می کنه، چون هیچ چیزی راجع به تاریخ ایران باستان در شاهنامه نیست. هر چی که هست راجع به تاریخ اساطیری افغانستان، چون ایران شاهنامه ایران است که آریانای قدیم است. ایران مشتق شده از آریانا، گرفته شده از آریانا و این سرزمین ها قسمی که در نقشه قبلی دیدیم در افغانستان امروزی قدر. بنابراین در شاهنامه تمام داستان ها مربوط به واقعات است که در سرزمین های افغانستان امروزی واقع شده. خب ما یک جدول داریم، اگه تو باجان همین جدول اول پس میدادم. ما از عصر تاریخ عتیق افغانستان، عصر تاریخ عتیق است. امی قبلا عرض کردم که عصر تاریخ عتیق تاریخ تمام مردمان است که در امی سرزمین ها زندگی می کردن، یعنی تاریخ مشترک تمام ممالک از تاجیکستان گرفته تا
تا ازبکستان و تا ایران و افغانستان و پاکستان و شمال هند. داریم میبینیم که ما از این برمیگرده به 2500 سال قبل که قبل میلاد، یعنی زمانی که ما او را به آریایی ها میگرد. سلسله هخامنشاه بود که از 550 قبل میلاد تا 334 قبل میلاد ادامه پیدا میکنه با کمک نویسنده های یونانی. خود اسکندر مقدونی و متعاقب از او امپراتوری سلسید است که از در سوریه امروزی ایجاد شده بود و تا افغانستان امروزی ادامه پیدا کرد، که او از 312 قبل میلاد تا 63 میلادی ادامه پیدا میکنه. امپراتوری یونان باختری یا گریکو باکتریان امپایر است که از 256 میلادی قبل میلاد تا 10 میلادی ادامه پیدا میکنه، 310 سال طول میکشه. امپراتوری مویای هند است، سکه هاست و شیطن ها، و بعد از اون امپراتوری کوشانی است، یفتلی هاست بعد از کوشانی ها، و بعد از یفتلی ها هم ما میبینیم که هندو شاهان است، بابو شاهان است در شرق، و در غرب هم ساسانی هاست. خب ما را از سرزمین آریانا صحبت کردیم. در اخیراً با اوج گرفتن ناسیونالیزم فارس، همین اسم آریانا باز هم طرف مناقشه قرار گرفته. یک 20 سال قبل، 25 سال قبل در سیدنی یک سیمپوزیوم ادای شده بود راجع به تاریخ ایران باستان، و در اونج ایرانی ها بودن، استادای بزرگ آمده بود از دور دنیا، استادان خود نه تنها ایرانی بلکه استاد اروپایی و آمریکایی هم آمده بود و استادای ایرانی آمده بودن، از جمله از دکتر عبدالغفور روان فرهادی دعوت کرده بودن، و همچنان از دکتر مرحوم احمد جاوید دعوت کرده بودن که اشتراک بودن. در این یک واقعی رخ داد که جالب است. در این مجلس ایرانی ها اصلا کلمه آریانا را حذف کردن، هیچ استفاده نمی‌کردن، و هرچی که یاد میکردن ایران بزرگ، ایران بزرگ میکردن. و متاسفانه جای بسیار بدبختی است که آقای حمد جاوید هم و آقای دکتر روان فرهادی هم بر اساس سخنهای ایرانی ها ایر به نام ایران بزرگ اشاره. این موضوع طرف انتقاد شدید بعد اشخاص کسایی که در اون سمپوزیوم قرار داشتن قرار گرفت. از جمله آقای ارغندیوان کوست قبلا استاد بود در مانده حقوق و فعلا در سیدنی زندگی میکنه، یا خیست و این سوال انتقاد هم میکنه. و جواب آقای احمد جاویدی بود که خب هر دوش یک کسو فقط میکنه و چطور چطور. اما موضوع ایست که این بسیار مهم است. چرا ایران بزرگ در مقابل آریانا قرار گرفت؟ برای که آریانا اگر بگویم خب این مربوط به افغانستان میشه، به خاطری که افغانستان حذف کنن این ایران بزرگ میگن. آقای پدرام هم امروز از ایران بزرگ که بیدن، آقای عزیز آریانفر هم از آریان های از ایران بزرگ که بیدن، همچنان آقای ای سخنگوی آقای عبدالله مجیب و رحمان رحیمی هم از ایران بزرگ کرد میدنه. وقتی ایلاف رسته بود چی بود؟ خوشحال است اومد در ایران بزرگ آمد. این برای وطن پرستای افغانستان، برای کسایی که واقعا به تاریخ بدون ملاحظات شونیستی مطالعه میکنن، این از یک طرف رنجاور و دردآور است، از یک طرف هم چشم باز کننده است که چگونه مردم به خاطر مقاصد شوونیستی، ناسیونالیستی تاریخ حذف میکنند. این سرزمین آریانای بزرگ یا آریانا وجود داشته. این نیست که ایر افغانها یا پشتونها ساختند یا مردم افغانستان ایر اختراع کردن. یک کتاب است به نام آریانا انتیکا که ایر یک استاد انگلیسی به نام چارلز میسن جونیور ایره در سال 1841 نشته.
به نام آریانا انتیکا. این شما میتونید بخرید از آمازون. یعنی در 1841 کتاب به نام آریانا نوشته میشه که امی سرزمین های آریانا امروزی که افغانستان آریانا عتیقه که افغانستان امروزی ای تشکیل میکنه و اتو نتیجه گیری میگنه که از دریای سند تا کرمان آریانا و جنوب هندوکش آریانا. اسم آریانا توسط نویسندگان اصل عتیق و نویسندگان متأخر به دقتی که مورد نیاز است طرف استفاده قرار نگرفته است، بخصوص با توجه به اسم آریا. این که یونانیا قبلا با آریانا آشنایی داشتند قابل تردید نیست. در نقشه های از وجوده اولین نقشه جهان تو بجا اگر اون نقشه ای که ما نوشته کردیم که اولین نقشه دنیا از دور پتن شما نفرد، این نقشه در کتابخانه الکس نخه عنوانش از قدیمترین نقشه دنیا. بله این قدیمترین نقشه دنیا است. این البته اثر ترسیم شده توسط بعضی مردم برویت نقشه ارسطوتین یونانی که ایره نیشتی تهیه کرده بود، ایره دوباره ترسیم کردن و چاپ کردن که واضح تر باشه، اما در کانتنت تزی یا در محتوای تزی تفاوت ایجاد نشده. این نقشه را شما دوستان میبینین، عزیزان میبینین، این اولین نقشه دنیا است، قدیمترین نقشه دنیا است و این نقشه تمام دنیا است. در اون زمان امریکا نبود، در اون زمان استرالیا نبود. این همین چیزی که میبینین دنیا که اروپا بود و آسیا بود و افریقا به نام لیبیا هستش. شما در این واضح میبینین که کوه هندوکش است و همچنان کوه همالیا را با وضاحت میبینیم که همچنان رفته در پاراپامیزی سویات در ایران امروزی. جنوب از او به نام آریانا واضح نشته شده. طرف شرق از این دریای سند میبینیم که دریای سند است و به طرف شرق از او هند هندوستان نشته شده و ای یعنی اسم آریانا در اون زمان ای یعنی در زمان چیست؟ در عصر است که اسکندر آمده بود بر سرزمین های ما و شما، یعنی 330 قبل از میلاد است که 2300 سال قبل، 2400 سال قبل. خب ما تشکر کردیم بودم عرض کردم که اسم آریانا آشنا بوده برای مورخین یونانی و میخاطر این وایی از کیا گرفتن وقتی که یونانی ها اینجا آمدن با مردم محل آشنا شدن، با اسم آریا آشنا شدن، با اسم آریان آشنا شدن، چون مردم محل اینه برشون گفتن. خب و استراپو جغرافیدان یونانی هم اینه توضیح کردن. البته این بحث بسیار مفصل است، من وقت کافی نداریم که ما تمام مسائل را توضیح کنیم چیزی که در اون نوشته شده، ما فقط خلاصه‌اش خدمت شما عرض میکنیم. همچنان یک توباجان نمین نقشه پنجم هم اگر لطفا پرتیم بله. این نقشه را از منابع اتحاد شوروی سابق است و ای هم میبینیم که در ای البته یون با استفاده از نقشه های عصر عتیق تهیه شده و این را میبینیم که آریانا واضح در ای نوشته شده، هند نوشته شده، سوغدیا نوشته شده، باختر نوشته شده، پارتیا نوشته شده با حروف درشت و تایید میکنه که این اسم و این اسم ها در اون زمان عام بوده و همه آشنایی داشتن. تشکر ایتباد. خب ما بعد از عصر هخامنشی ها وقتی یونانی ها میرن و بعد از اینکه اسکندر دوباره از این مناطق میره به کشور خود، ما اینجا یک امپراتوری بزرگ که تشکیل میشه به نام پادشاهی یونان باختری یا گریکو باکتریان
کینگدم. هی از 250 قبل از میلاد تا سال دهم بعد از میلادی ادامه پیدا میکنه، برای 200 سال ادامه پیدا میکنه و عمدتا در سرزمین های آریانای قدیمی افغانستان امروزی و بعد از ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و شمال هند ای ادامه پیدا میکنه. گنجینه طلای تلاتتا، گنجینه باختردگی تلاتتا مربوط به نیمی است که در جوجان پیدا شد و این فعلا در افغانستان اهدایی میشه و او که در سال 1978 کشف شد. دکتر سپولی عزیز با معذرت، پیش از اینکه در بحث دیگه برین، همین یک سوال وجود داره. بفرمایید. سر آریانا گپ زدین، بعد از اینکه همین خطه امپراتوری آریانا تجزیه شد یا به انحطاط رفت، و چند قسمت تقسیم شده و کدام کشورها را تشکیل داد؟ آیا افغانستان و ایران و هندوستان از آریانا به وجود آمدن یا نقاط دیگر هم در بر می گرفت؟ اوالی کدام قرن بود یا کدام سالها بود قبل از میلاد نو؟ آریانا یک کشوری به نام آریانا وجود نداشت. این سرزمین پناهور منطقه بود، این منطقه بود که من عرض کردم به اساس نقشه‌ای که وجود داره، نقشه‌ای اولی نقشه‌ای که یونانی‌ها ترسیم کردن و همچنان در کتاب آریانا انتیکا که در ولسان انگلیسی نشته کرده، این از جنوب کوه هندوکش و از غرب دریای سند تا کرمان در ایران در بر می‌گیرد. یعنی میگن که اگر شما یه خط عمودی بکشین از بحیره کسپین و بحیره عرب و به شرق از این تا دریای سند و تا کوه هندوکش، این به نام آریانا بوده. البته در جنوب هم گردوزیاره از این جدا میکنن. گردوزیا یعنی هم به قسمت هایی که بندر چیز هست، گوادر در پاکستان و کراچی می آشان میشه. یعنی شمال از این، شمال از بالوچستان و این مناطق به نام آریانا میشه. و این البته یک اولین کینگدمی که در اینجا به صورت رسمی در اینجا حکومت میکرده همین پادشاهی یونان باختری است. کی از همین عرض کردم که از 250 میلادی قبل میلاد تا 10 میلادی در اینجا در این سرزمین حکومت میکرد. یعنی همین سرزمین ها را همین کنده، چون در غرب سلوسید حکومت میکرد. سلوسید بازمانده های جنرال های یونانی است که در از سوریه قدرت اختیار داشت، تمام ایران امروزی در اختیارش بود و در هندوستان هم که موریای هند بود و در این مناطق همی پادشاهی یونان باختری یا گریک و بکترین کینگدم که نمی آریانا را در نظر می هم به علاوه آریانا باکتریا و سوگدیانا هم شامل همی قلم روی گریک و یونان باختری. خب ما گفتیم که در غرب سلوسیدیا بوده. خب باکتریا یا باختر به عنوان سرزمین های سرحدی و برای چطور ایجاد شد؟ برای ایجاد شد که در این بعد از خود رفتن و بازگشت اسکندر این مناطق سلوسید مدنی که تمامش به نام جای یونانی بودن، مستعمرات یونانی ها بودن. اما در اینجا همین قسمت آریانا و باختر این یک منطقه به اصطلاح فرونتیر یا حاشیه‌ای سرحدی این امپراتوری بود که یا هویت مستقل داشتن یا به مرور زمان خواستن که خود جدا کنن از دیگه یونان، یا با کمک مردم محل، با کمک کسایی که اینجا زندگی میکردن، یا امپراتوری که امیر کشور خود ایجاد کردن مستقل با جنگ‌های زیادی انجام دادن با یونانی ها و این حکومت خود مستقل خود اینجا و بالاخره دولت سلوسیدی رو به رسمت میشناسه، رابط دوستان رو بهش برقرار میگن و جای کاکا بودن در حقیقت در اینجا برقرار میشه. خب یک جغرافیه‌دان رومی هم عصر سلطنت گریک باختری یا یونان باختری به نام جستین این منطقه به نام یک امپراتوری بسیار ثروتمند باختری یک هزار شهر یاد میکنه.
یعنی این سرزمین بسیار مستقاتمند بوده و یک پل بوده میان شرق و غرب. و یک مکتشف چینایی به نام ژنگ که در سال 130 قبل از میلاد از بلخ یا باکتریا، البته شهر بلخ و یونانی ها باکتریا میگفتن، این همه باکتریا میگن منظورشون شهر بلخ، دیدن کرده بود مینویسه که چگونه از موجودیت انواع و اقسام امتر در آنجا چینایی ها به شهر آمدند. در واقع باختر یا بلخ چهار راه جهان شناخته شده او زمانه و این راهی از نیشمه که ما میگیم از او زمان ایجاد شده که از چین میآید تا امتداد پیدا میکنه تا سوریه امروزی. خب با آنکه حاکمیت یونانی بالای مناطق پادشاهی یونان باختری در حدود سال 125 قبل از میلاد توسط قبایل کوچی مالدار هند و اروپایی و نام یوشی ها که از سرزمین ها اصلی خود در چین رانده شده بودند به پایان میرسد. با آنکه حاکمیت یونانی بالای این منطق به پایان میرسد اما تمدن شهری یونان باختری ها ادامه پیدا میکند و یونانی ها در حاکمیت های متعاقب در این سرزمین ها مانند حاکمیت چند ملتی کوشانی ها که بازمانده های یوجی هستند موجود هستند. کوشانی ها رسم الخط یونانی را اختیار میکنند و از جزء پدیده فرهنگشان میشن و از این دست که ما میبینیم امی کتیبه هایی که در صاف کوتل بغلان در عباتک به دست آمده، سنگ نوشت هایی که به دست آمده و او به زبان دری نوشته شده، دری همون زبان که مشتق شده از زبان تخاری و زبانهای دیگه او اصل است، به زبان به حروف یونانی حک شده. امپراتوری کوشانی جاینشین یونان باختری. امپراتوری بزرگ کوشانی از نتیق از کنفدراسیون اقوام سهرانشین نیمه کوچی یوجی که از سرزمین های آسیای مرکزی همسرحد با چین هست و تجارت اصل می کردن تشکیل می شود. این مردم به طرف بعد از اینکه مورد حمله قرار می گیرن از طرف دیگه اقوام در نزدیکی های سرحدات مغولستان و چین یا به طرف غرب متواری می شن و کوچ می کنن. طرف غرب میان با سکه ها جنگ میکنن، سکه ها میان به طرف جنوب و در افغانستان امروزی این امپراتوری چیز یوجی ها امپراتوری یونان باختری را ساقط میکنن، شهر الکساندریه دریای امور آتش میدنن و این یک از خود یک حکومت مستقل ایجاد میکنن. و بعد از اینکه این کوشانی ها یک قوم دیگه از این مردم هستند یا هم زیر فشار دیگه اقوام مجبور به کوچ به طرف جنوب میشن و میآیند سکه ها را جاشان را میگیرند و به این سرزمین ها یک دولت ایجاد میکنند. در حدود سال 125 قبل از میلاد مسیح سکه ها در مهاجرت به جنوب بالای پادشاهی پس کردند که یونان باختری ساقط میکنند. کنشکا معروفترین شاهان کوشانی در سال 127 میلادی به قدرت رسید و با گسترش قلمرو دولت کوشانی اقدام کرد. لطفاً اگر می توبا جان نقشه ششم اگر شما می گفتیم شما ببینیم که دوستان محترم که امپراتوری کوشانی چقدر وسعت داشته. از بحیره آرال که در شمال ازبکستان است تا حتی شهر پتنه در هندستان در بیهار یا بیهار ادامه پیدا و در شرق تا تبت وسعت دارد و در جنوب تا کراچی و گجرات ادامه پیدا. این امپراتوری بزرگ است که کوشانی ها ایجاد می‌کند. کوشانی
کوشانی ها حکام خود را در هندستان، در دریای سند، در پشاور، در اینجا از خود تعیین میکنند و مرکز امپراتوری کوشانی این شهر پشاور است که پشاور امروزی و همچنان کاپیسا و خود حده در جلال آباد هم مناطق است که یا از او بحث شهرهای خود استفاده دارد. بر این اساس در سال 130 میلادی زمانی که در روم ادریان امپراتور بود و در غرب و در چین روم ها حکومت میکردن، کوشانی ها تحت قیادت کنیشکای بزرگ از بحری اورال عرض کردن تا به خلیج بنگال حکومت میکردن. حکومت دولت کوشانی ها در حدود سالهای 410 میلادی توسط کداره ها که از شاخه های یوهون های سفید چینایی بودن ساقط شد و متعاقباً کداره ها توسط یک طایفه دیگری هون ها که به نام یفتنی ها یاد می شد ساقط شد. یفتنی ها در حوالی سال 449 میلادی بالای تمام سرزمین های آریان باستان و باکتری ها ناحاکم شد. خب هون های سفید یا کداره ها و یفتنی ها که بودن در حدود سال 360 میلادی قشر حاکم هونهای سفید که بنام کداره ها یاد میشنن به حوالی جادی هم میشن در مناطق میان سیل دریا و آمودریا در باکتریا رسید. در مورد هویت قومی کداره ها در میان مورخین توافق نظر موجود نیست. تعداد آنها را پروتو مغولی یا مغولهای اولیه میدانن، تعداد هم آنها را ترکتبار و تعداد هم آریایی میدانن. از این نظر بنابر نوشته های مورخین بیزانسی پروکوپیوس قرن ششم میلادی راجی به معنی کداره ها و یفتنی ها نوشته های مورخین یونانی وجود دارد. این مردم مناطق جنوب هندوکش را تفخیر می کنند، گندهارا را می گیرند. گندهارا یعنی شمال کابل است، از نگرهار، نوزی، لغمان، نگرهار کنر تا ایلات خیبر پختونخوا تا دریای سند، این بنام گندهارا یاد میشه. با هدف حملات زیادی کردن به هندوستان و در جنگ های در هندوستان کردن یا ضعیف میشن و یفتنی ها قادر میشن که این کداره کنار بدن و خودشان خوده. در حدود 442 میلادی یفتنی ها در مورد حملات یزدگرد دوم ساسانی قرار میشن. یعنی یفتنی ها هم از 410 تا 442 در این مناطق حکومت میکنن و بعدا مورد حملات ساسانی ها قرار میگیرن و در سال 450 میلادی قوای ساسانی یارا شکست میدن و برای این کار ساسانی ها از گوترک ها استفاده میکنن. گوترک ها همی اجداد ترکتبار های امروزی است که این مردم از غرب مغولستان تا دریای بحری اورال امتداد پیدا میکنه. این اقوام ترکتبار که امروز کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان تشکیل میدن و حتی ترکیه امروزی و آذربایجان هم از این اقوام تشکیل شد. این گوکترک ها در اینجا به قدرت میرسن و به کمک و همکاری میکنن رای ساسانی ها و یفتنی ها را شکست میکنن و این مناطق افغانستان این بودی را تقسیم میکنن. این کابل شاهان همین مناطق حکومت میکردن، یعنی
گندهارا را کابلستان زابلستان ای را حکومت میکردن، پایتخت از کابل بود، حتی قندهار شامل ازی بود. این شامل دو گروپ است، کابل شاه دور اول به نام ترک شاه یاد میشدن و بعدا به نام از 642 به بعد به نام هندو شاه یاد میشن. و این بازمانده های یعنی یختنی هاست در این مناطق و اکثرا ترک تبار بودن و ایو تا زمانی که اسلام در این مناطق آمد هنوز هم در قدرت بودن. جنگ های زیادی قوای عرب مسلمان کردن، قماندان های بسیار مسلمان ها در کابل کشته شده، شاد و شمشیره و دیگر یا از امون زمان است و یا نتانستن کابل بگیرن و تنها مان تا زمان 822 در 822 هندوشهانی که این منطقه میگیرن و مذهبی مردم در این زمان اول بودایی بود و بعدا هندو هم شامل شد که ما میبینیم از بامیان تا به پشاور و حده امی آثار در حده هم وجود داره، در چیزا وجود داره، در مثل اینک که کشف شده و در دیگه مناطق افغانستان ای آثار بودایی و هندو که کشف شده از امی اصل است، همچنان بودا مجسمه های بامیان از امی اصل است. و بعدا این مردم توسط یعقوب لیث صفار که از نیمروز خسته بود شکست بود. توی هنوز هم بعد از با وجودی که شکست خوردن این صفاری ها به سرزی و جزیه میمونه و یا هنوز هم دین خدا ادامه دارن، یعنی در زمانی که در سامانی ها در سمرقند حکومت میکردن هنوز هم مردم در کابل، در قندهار، در غزنی و این مناطق هندو بودن. تا آن زمانی که البتگین نهای در غزنی و سبکتگین سلسله غزنوی ایجاد میکنه و سلطان محمود غزنوی این مناطق مسلمان میزن، بعد نیست که این مناطق مسلمان میشه. من همی صحبت همی که ختم میکنم، این زمان است که در 962 است که البتگین به غزنی میه. اگر سوالی باشه لطفا مطرح. تشکر آقای فایمن، تشکر از دوستایی که توجه کنید. دکتر سیب عزیز بسیار سپاسگزار هستم، برنامه ما ادامه داره، یک توقف کوتاه.